سخن هفته. جناب آقای خالدی، شما اظهارات بانو ساحری را هم شنیدین و اظهارات آقای نورانی هم، و در رابطه با اینکه خب بالاخره سوال من اینجا مطرح میشه که هم یک نوع فساد گسترده در نظام اقتصادی و نظام سیاسی افغانستان بود و هم ایالات متحده بالاخره یک بنا به اعتمادی به حکومت پیشین افغانستان داشت و میخواست هرچی به شکل عجولانه تر از افغانستان خارج شود. اما مثلا جان مسئله اینجاست که آیا فکر میکرد که طالبان توانایی جانشینی حکومت داشته باشند؟ آیا اونا فکر میکردن این طالبا، رقم که من پیشتر با بانو ساحری گفت خدمتشان عرض کردم، توانایی حکومتداری را دارن و یکی میخواستن در هر صورت بالاخره از افغانستان خارج شوند؟ محترم آقای آصفی، من یک مطلب میخواهم عرض کنم. چند وقت پیش ما همراه آقای به نمایندی امریکا در ملل متحد بود و بعدا در وقت دونالد ترامپ رئیس امنیت ملی شد. آقای بولتن میگید شما؟ آقای بولتن، تشکر. آقای بولتن یک مجلس زوم داشته، من رئیس سفاری شورای افغانه خارج از کشور هست. ما اگه چهار ماه پیش هم یا پنج ماه پیش بود یک مجلس چیز داشتیم، زوم داشتیم و او در مورد کتابش نوشته کرده که در او where everything happened، از اینجا در او کتاب خود یک بخش راجع به افغانستان است که در او گفته میشه که از تجربه خود میگه که در مجلس بود همراه دونالد ترامپ، مجلس امنیت ملی امریکا در وزارت دفاع ایجاد شده بود به نام تنک یاد میکنیم این تعمیره، میگه در این جلسه در 2020 دونالد ترامپ این ریاست جدید دایر شد و ما کل مده اونجا بودیم، وزیر خارجه و وزیر دفاع و قماندانهای نظامی و رئیس امنیت ملی. یا میگه و دونالد ترامپ اعلان کرد که از افغانستان باید خارج شد، هر چیزی سر باید از افغانستان خارج شد و این تصمیم خود گرفت. میگه روز طرف وزیر دفاع کرد، گفت که یعنی پیروزی را برای ما تعریف کو، پیروزی در افغانستان چیست؟ پیروزی را گفت وزیر دفاع، گفت برش گفت که ما در این 20 سالی که در افغانستان بودیم القاعده نتونسته بالا امریکا هم نه، پس ما پیروز شدیم. میگه که دونالد ترامپ میشه فورا اعلام کرد که درست است، ما اینمی پیروزی ماست، ما از افغانستان باید خارج شدیم. گفت روی خواهد طرف وزیر خارجه کرد، گفت که شما خلیلزاد هدایت بدی که 3 ماه وقت داری یا توافق نامه با طالبا امضا کنی. شما بشنوید، دونالد ترامپ برای خلیلزاد و وزیر دفاع 3 ماه وقت میده که شما یک توافقنامه برای طالبا امضا کنید. میگه بعدا خلیلزاد و پومپیو رفتن برای رژیم ترامپ و زاری کردن که ما در 3 ماه نمیتونیم. گفتن این رو شک شما تمدید کرد بالاخره. یعنی بریف وزارت خارجه امریکایی بود که از افغانستان خارج میشید و شما توافقنامه رو به هر قیمتی هست امضا کنید. بنابراین در مذاکراتی که در دوحه یک سرکس بود، در این هر چی که طالبا گفتن امریکایی قبول کردن، حتی اسمی از پیشتر دوست ما گفت که حقوق شما گفتن که حقوق من این توافقنامی دو هم یال پیشوی ماندگی است، یک کلمه از حقوق گفتن شده، از حقوق مردم افغانستان گره نیست، حقوق زنانی این چیزی را که طالبا نمیخواستن به اونی، حتی اسمی از دولت افغانستان گفتن نشده این توافقنامه، اسمش حتی اسمش نیست. یعنی هرچی نادره که طالبا کردن امریکایی ها قبول کردن به خاطری که از افغانستان خارج شوند. اما در این حتی باور میکنین که این 5000 عسکری که طالبا از افغانستان به زندانی های شهر باشیشن، 5000 زندانی را امریکایی ها از لطفی که داشتن برای طالبا وردن که در اول نبود در طالبا و این چی بگیم خواستم بخشی از جیب خلیفه کردن با دیگونی که با دولت افغانستان مشارک کنن. بله تشکر آقای مطیقی ما چیست؟
نتیجه ای بایست که دولت امریکا تصمیم گرفته بود از افغانستان خارج شود و بر از او هیچ اهمیتی نداشت در افغانستان چگونه حکومت ایجاد میشه. خانم شاقری تایید کرد تا در توافقنامه آمده که حکومت آنجا افغانستان حکومت اسلامی جدید میباشد. بنابراین به امریکایی ها ایک اهمیت نداشت که طالب ها هم از اون 5 سال در افغانستان حاکم بودن، حکومت کرده دارد تا چون حکومت داشتن. این سوال بر امریکایی ها نبود گاهی هم بید طالب ها قابلیت حکومتداری یا دارن یا ندارن. این نیمان خود پاکستانی ها برشان داده بود بر امریکایی ها. این موضوع این سوال مطرح نبود. تشکر از شما خالدی صاحب. دلته یو پښتنه بل را ولاړی کی تاسو ویلی چې د امریکا اړیکې له طالبانو سره ډېرې ښې وي، دوی ته ټول امتیازات ورکړل، د حکومت د نوعیت د هیڅ په باره کې، د افغانانو د حقونو په باره کې کوم تعهد نه و سره کړی، دغه اړیکې ولې اوس خرابه دي؟ ولې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني؟ ولې د افغانستان خلک د دواړو له ضد نه کړیږي؟ هغوی خپلو غوښتنو ولاړ دي او د امریکا طرف خپلو غوښتنو ولاړ ده. په منځ کې د افغانستان خلک زوریږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خرابیږي، دا ولې داسې کیږي؟ دا خو مهمه خبره ده چې امریکا ډېر بې عزته شو چې د دوی وتل د افغانستان نه. په همدې خاطر دوی په اشرف غني باندې ډېر قهر دي. امریکایان خلیجرات ورباندې ناروکي کوي او امریکایان باقی باندی داخل شکست و اشتوانی باندی اچهی من ذکر چه دوی دیر بیعزت شد. دقیقا بیعزت خارج شو که دل در افغانستان از طالبان پوری هم ارده ای به طالبان قدوها که به افغانی لوری سره یا سیاسی توافق تا رسیدن به امریکایان کولی شد چه با عزت توگه در افغانستان نخارج شد. مگر فقط رقم چی طالبان و هیچ تعهد با خپل تعهدون پاتی میشو خپل حملات کم و نکر قرار بده و چی حملات با کم کوی امریکایان به حملات کم کوی روای دیرگون با دی بانیه بکری و مقابل که طالبان و هم خپل حملات با مملکت که کموی او دی سیاسی للاج نه نوی دولت بده که جوریه شل حبر آزی. مگر طالبان پا دی تعهد باندی اینجا رونه که او دی پا دور افغانستان ونی مولو او در جنگ زکر در خلق چولی در آوردی چولی در چی در مملکت مثل خود که سر دی پای دوی جنگ کولو در دی خطر دوی خل سنگرون را ایخ دور او طالبان او کوله شو دولتی میشی. در دی خاطر امریکایان که طالبان و نوکی که بیچه تاسو خود تا اتحادات تا پابند پاکی نشوی مونگونه چه کولایی چه که بایدت توگه دوان هم نخارید چون او دقیقه پس دوی طالبان سره دو مقتی پروتوکولی لگید یا چه یو پروتوکولی دباول دارم به CIA تا پا افغانستان که دی موجودیت تعهد طالبان لخوا چی دوی او کولیشی دی امریکا سیاست دی CIA سیاست دی چین دی چینجیانگ پیالفتی دی ایست ترکستان اسلامیک موومنت دی حمایت دپاره دوی تیزه دوشت. دغه تعهد طالبان له خوانه شوی دی دوسته مگر پس د دې نه چې د امریکایان وو تل پاکستان چین سره د نږدې اړیکې دوی طالبان باندې فشار راوسته چې چین سره خپل روابط عادي کړي او د خپل تعهدات چې امریکایان سره لري په دې باره کې به تکلیف نشي. د دې لپاره چې امریکایان په طالبان باندې خفه دي او دوی باندې فشار راوړي چې تاسو خپل تعهدات ته باید پابند باشه. او در بای خواه در ترویزم در مقابل موز خوالی در کرد طالبان طول تویستی دلو سره از قاعده در این تاییم در ازبکستان در اسلامی گروپ در تاجیکستان در پاکستان در تحریک طالبان او همچنان که مونگ به بلوچ و آزادی غستان که شامل که در طول سر طالبان و نیزی هلی که لید
پاکستان هم کم دی خفه، ایرانیان هم خفه دی، روسان هم خفه دی، چین هم خفه دی. او امریکایان دو تفاوت شد چه دو توریستی رهبران که پاکستان که زای زای کرید. خدا طور خبه او بای زندگی خلق جنرالی خلق در غرب دی ممالک خلق در افغانستان حالت دوری دی با طالبان سیاستی نزده شده پا مقابل که دوری زی پا دو میشتی مختی پا بروکسل که دی اتحادی اروپا دی کنفرانس دی افغان در سپرا کنفرانس دو کرد دی فرهی که ماگدونی خود در طور دنیا خود پا دی نارمه دی چه در طالبان پا شده پا بارکی که تشکر. به خاطر امریکا نشه که ولی چه خبال سیاستین طالبان سر بیر دوستانه که در اقا وقت پوری که طالبان به خلق و اساسی حقوق تا احترام بله. بینایت تشکر.